واکنش ها به کشته شدن یک سرهنگ سپاه پاسداران در تهران ادامه دارد، در حالی که هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. سپاه پاسداران انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفت و خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که دفتر نخست وزیری اسرائیل حاضر نشده در این باره اظهار نظر کند. همکارم مهتاب ولیدیراد در بخش دیگر استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر. مهتاب، دیروز بود که خبر کشته شدن یک سرهنگ سپاه پاسداران در تهران به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد و از دیروز واکنش‌ها به این خبر همچنان ادامه داره. سرهنگ حسن صیاد خدایی دیروز در اتومبیل خود در تهران با شلیک گلوله موتور سواران مسلح کشته شد. مهاجمان فرار کردند و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. اما همونطور که انتظار می‌رفت، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل نشانه رفتند. از جمله کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، مجتبی زنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و مجید میرحمدی، دبیر شورای امنیت کشور که اسرائیل رو تهدید کرد و گفت آماده سیلی سخت ایران باشند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم امروز گفت که گرفتن انتقام حتمیه. پیگیری این جنایت که بدون تردید دست استکبار جهانی در این دیده میشه، کسانی که در میدان شکست خوردن از نیروهای مدافع حریم و حرم و به این شکل میخوان استیصال خودشون رو نشون بدن. نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هم در توییترش نوشته کشته شدن حسن صیاد خدایی عبور بدون محاسبه از خط قرمزیه که معادلات زیادی رو تغییر میده و آمران و عاملان این جنایت هزینه سنگینی رو خواهند پرداخت. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران هم کشته شدن حسن صیاد خدایی را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد و از قاطعیت بیشتر سپاه در مقابله با به گفته خودش دشمنان گفت. مقام‌های رسمی اسرائیل در این باره هیچ اظهار نظری نکردند، اما رسانه‌های این کشور واکنش‌های گسترده‌ای به موضوع داشتند و صیاد خدایی را عضو نیروی قدس سپاه و دستیار ارشد قاسم سلیمانی در مأموریت‌های سوریه معرفی کردند. از جمله شبکه کان که گزارش داد برنامه‌ریزان این اقدام آمدانه اون ساعت شلوغ رو در قلب تهران انتخاب کردند تا نشون بدن که هیچ هدفی در ایران مصون نیست. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل هم دیشب اعلام کرد صیاد خدایی مسئول یک سری حملات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی در سر تا سر جهان بوده. از جمله منصور رسولی رو مأمور کشتن یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول کرده بود. اما سپاه در بیانیه خود از این سرهنگ به عنوان مدافع حرم نام برده، اصطلاحی که مقام‌های جمهوری اسلامی برای نیروهای نظامی فرامرزی خودشون به کار می‌برن. سپاه پاسداران همچنین از اقدام لازم برای شناسایی و دستگیری مهاجمان خبر داده. علی القاسم مهر رئیس کل دادگستری استان تهران هم به دادستان تهران دستور داده که عوامل این سوء قصد هر چه زودتر شناسایی و دستگیر بشن. اسرائیل در سالهای اخیر بارها متهم شده که در ترور دانشمندان هسته‌ای و دستاندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش داشته. اما مقام‌ها و نهادهای اسرائیل هرگز به طور رسمی دست داشتن در این اقدامات رو بر عهده نگرفتند.